به منافع خود و منافع قومی خود. در حالی که جوانان همواره از بیکاری در افغانستان شکایت دارند، یافته های یک تحقیق تازه نشان می دهد که فقر و بیکاری نسبت به ناامنی جوانان را بیشتر می رنجاند. این تحقیق از سوی نهاد موسوم به دموکراسی اینترنشنال در 34 ولایت از طریق مصاحبه با 4020 جوان در مدت 4 ماه انجام شده و مسئولان آن از حکومت می خواهند تا به یافته های این تحقیق توجه کرده و به مشکلات بیکاری جوانان رسیدگی کند. زکریا بارگزی مشاور تکنیکی نهاد میگوید پیش از این همواره ناامنی در صدر مشکلات مردم قرار داشت، اما حالا بیکاری با یک چالش بزرگتر از امنیت در این کشور مبدل شده است. این نظرسنجی ما نشان می دهد که فقر و بیکاری در صدر مشکلات جوانان افغانستان قرار دارد و از طرف دیگر در مسائل سیاسی بسیار واضح است که با در نظر داشت کم بودن امکانات اشتغال و فقر و مشکلاتی که جوانان و خصوصا خانما در پروسه سیاسی در پیشروی خود میبینند، اعتمادشان نظر به نظرسنجی قبلی با حکومت و نهادهای دولتی بسیار کم رنگ شده. بر اساس یافته های این تحقیق، جوانان وضعیت اقتصادی کشور را نگران کننده خوانده و اعتمادشان را نسبت به حکومت از دست دادند. در این حال عادل بهرام مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور جامعه مدنی میگوید با استفاده از یافته های این تحقیق توجه به مشکلات کنونی جوان بیشتر خواهد شد. ترویح های تونست که برشان نتیجه نخواد با و یا به تفاوتی اختیار خواهد کردند. این می نهادها هستند که در حقیقت ستون فقرات حکومت تشکیل می دهند، البته نهادهای جامعه مدنی که اینا در بخش های مختلف تحقیق می کنند و این تحقیقات می رند به ریاست جمهوری و به طرف دولت می رند. از همی ارزیابی ها راه های بیرون رفته جستجو میشه و به خاطر بهبود کشور تب تلاش میشه. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند اگر حکومت با وضعیت کنونی جوانان به خصوص در زمینه بیکاری هر چه زودتر رسیدگی نکند، فرار روزافزون جوانان و به اعتمادی آنان بر حکومت افزایش خواهد یافت. عزت‌الله برای یک تن از این کارشناسان میگوید اگر حکومت اعتماد جوانان را جلب نکند، ممکن شمار زیادی آنان با مخالفان مسلح پیوسته و در برابر حکومت به یک چالش جدی مبدل شوند.